سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، وزار ایستانا هستم و برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی کیانی و علیرضا کیا، دو تن از اعضای سازمان مارکسیست اومانیست های بین المللی که با آنها گفتگو خواهم کرد در رابطه با سیاست ها و اقدامات بایدن بعد از انتخاب شدن در آمریکا و در سیاست خارجی بایدن و همچنین در رابطه با جنبش سیاهان و از طرفی صحبت خواهم کرد در رابطه با سیاست های بایدن در رابطه با چین و همچنین نقش ایران و تأثیر این جنگ سرد بر سیاست های تهران. امید که در این برنامه همراه ما باشید. تشکر از شما رفقا علی کیانی و علیرضا کیا که در این برنامه شرکت کردید. من سوال اولم رو از رفیق علی کیانی شروع میکنم. با توجه به اینکه بایدن کارهای مثبتی انجام داده، از جمله از ابتدا ما تو زمینه آموزش مسئله وامی که دانشجو داشتن که شامل چندها میلیون میشد اون رو به تعویق انداخت و مسئله محدودیت اخراج مستاجرها رو که 25 میلیون می شدن اونا رو به تعویق انداخت و همچنین در گسترش خدمات اجتماعی سعی کرد که به اصطلاح اون رو در دسترس زنان کم درآمد و همچنین رنگین پوست قرار بده و از همه مهمتر تو زمینه واکسیناسیون بیماری ویروس کرونا اقدامات ارزنده‌ای انجام داد. شما فکر میکنید با توجه به مجموع اقداماتی که بایدن بعد از روی کار اومدن انجام داده آیا این گرایش به چپ سندرز داره؟ با سلام به رفقای راکارگر و تشکر که این فرصت رو من دادن که در این مصاحبه شرکت کنم و تبریک عید مردم ایران که امیدوارم سال بهتری رو دوران پس از کرونا داشته باشیم و در فقدان جمهوری اسلامی. خدمتتون عرض کنم که ترامپ در شرایطی در واقع ریاست جمهوری امریکا رو ترک گفت و انتخابات رو باخت که بحران کرونا در واقع به یک امر سیاسی تبدیل شده بود و بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی در سال 2008 رو که به بحران مالی گلوبالیزیشن معروف شده بود در واقع در حال تعمیقش بود و رشد جنبش های مردمی رو در اقصی نقاط جهان چه در امریکا چه در اروپا چه در خاورمیانه نوید می داد. بنابراین در این حال در عرصه داخلی همون اواخر به اصطلاح ریاست جمهوری ترامپ جنبش ضد نژاد پرستی در امریکا بسیار اوج گرفت که تحت رهبری گروه بلک لایوز ماتر یعنی ارزشمندی جان سیاه هدایت می شد و رشد این تا حدی زیاد شد که ابعاد جهانی به خودش گرفت که حتی تلویزیون ها و ابزارهای به اصطلاح تبلیغاتی آمریکا که در ابتدا سعی میکرد نشون بده این جنبش کار یه عده آنارشیست اخلالگر و کسایی هن که حمله میکنن به مغازه ها و غیره و دزدی میخوان بکنن هست و مرتب اینو در تلویزیون نشون میداد، در
از وحشت از ابعاد رشد این جنبش و درگیریش با پلیس و رادیکالترش رادیکال شدنش شروع کرد در واقع سعی کنه که تا حدودی با آن هماهنگی کنه، سمپاتیش نشون بده، تا حدودی فقط نظر رادیکال بشه و برای این جنبش سوار بشه که جهت رادیکالیزیشنش رو جلوش رو بگیره. در واقع این باعث شد که در واقع خود روی کار آمدن در واقع بایدن هم پیش از اینکه به عنوان نماینده حزب دموکرات ترقی بشه توافقاتی با سندرز کرده بود در واقع که برخی از اصلاحاتی رو که سندرز تحت نام سوسیالیسم در واقع مطرح میکرد که بیشتر در واقع اصلاحات رفاهی دولت رفاه بود در واقع و عملا در شرایطی که بایدن انتخاب شد ابعاد فقر و نگرانی مردم و به اصطلاح شرایط زندگیشون که در دوران کرونا بیکاری ممتد، ازدیاد بیکاری، ازدیاد فقر، نداشتن حمایت احساس به بهداشتی اینا بود، اینا همه در یک شرایط بود که بل اجبار میبایست نیاز یک رفرم اصلاحاتی بود تا بتونه این اعتماد مردم که به در واقع نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری از بین رفته بود رو دوباره جلب کنه و این کمکی که در واقع تونست بکنه، این کمکایی رو که بعد از روی کار آمدنش در عرض چند ماه تونست انجام بده خیلی تاثیر مثبتی تو این رابطه داشته و این رو نباید به پای این بگذاشت که بایدن در واقع ایدئولوژی نئولیبرالیستش رو کنار گذاشته، بلکه این گرایش به چپ سندرزی در واقع یا اصلاحات رفاهی در خدمت اینکه یک نفسی به مردم امریکا بده در واقع یک امر تاکتیکی است که باعث جلب اعتماد و امید مردم بشه، چون مردم دیگه امیدشون از سرمایه‌داری از دست داده بودن و رشد افکار مارکسیستی در میان جوانای در واقع زیر 39 سال خودش بیانگر این بود که ابعاد این رشد جنبش ها سمتگیری به سوی سوسیالیسم میتونه داشته باشه و این بزرگترین خطری بود که برای امریکایی که توش سوسیالیسم همیشه به عنوان یک به اصطلاح فحش استخدام استفاده میشد، ابعاد گسترشش تا در میان جوان تا این حد سیاهان و لاتین تبارها و زنان جوان و به اصطلاح نیروهای نوین و مسلمان ها روش بکنه. بسیار خوب. سوال دومم را از رفیق علیرضا کیا بکنم. شما با توجه به توضیحاتی که رفیق علی دادند آیا فکر میکنید که اصولا تفاوتی بین بایدن و ترامپ وجود داره یا اینکه فقط اونو میشه در حد به اصطلاح نژادگرا نبودن و مرزبندیش با یک اتوکراسی فاشیستی دونست؟ با سلام به بینندگان عزیز و مسئولین تلویزیون راه کارگر و با تبریک سال نو، من سعی میکنم جواب این سوال رو یه مقداری بازتر بکنمش. ببینید با رشد مبارزات سیاسی در آمریکا که بیشتر جنبش سیاهان که سفیدها و اسپانیکها هم به اون ملحق شدن باعث شد که ساندرز بخش چپ دموکرات ها رو بیشتر به سمت چپ سوق بده که خود این جناح‌های تصمیم گیرنده در آمریکا رو به وحشت انداخت. علاوه بر اون مسئله کرونا که امنیت جانی مردم رو به خطر انداخته بود، عملا این مسائل رو تشدید میکنه و باعث میشه که چپ سوسیالیست در آمریکا رشد کنه. البته این در چند سال گذشته شروع شده بود و همین باعث شد که بایدن که یک نئولیبرالیست هستش مجبور بشه که بعضی خواسته هایی رو که ساندرز و جناح چپ حزب دموکرات مطرح میکنن رو هم اجرا بکنه. با اینکه به نظر من همینجور که رفیق
کیانی مطرح کرد، بایدن هنوز تفکرات نولیبرالیستی خودش رو عوض نکرد. حداقل در رابطه با سیاست‌های خارجی اونو کاملا می‌بینیم. ولی کلی سیاست‌ها در داخل سیاست‌هایی که یه مقداری شبیه دولت رفاهه که این از جای دیگری هم بایدن رو مجبور کرده که به اون عمل کنه. و اون رشد راست افراطی در آمریکاست که توسط ترامپ که تونست اونو وجود داشت، تونست اونو زمینیش کنه، به صورت جنبش ارتجایی تبدیلش کنه و این پا بگیره. البته باید در نظر بگیریم که این جنبش‌های ارتجایی خودشون رو در مقابل جنبش‌های آزادی‌خواهانه در آمریکا علم کردن. یعنی اون دیالکتیکی که موقعی که مطرح می‌کنیم که جنبش چپ، رشد جنبش چپ از یه طرف در مقابلش مخالف خودش رو که جنبش راسته ایجاد میکنه، مجبور ایجاد بشه، خاطر حاکمین نمیتونن اینو به قولی آزاد بذارن. در اول به خاطر بحران‌های سرمایه‌داری و کاهش سطح شرایط زندگی سفیدها به خصوص در جنوب آمریکا این وجود داشت، ولی که در حال حاضر شکلی پیدا کرده که سفیدها در آمریکا کم کم دارن به خاطر وجود سیاهان، مهاجرت، سایرین و اقلیت‌ها، کم کم سفیدها در آینده یه جریان اقلیت تبدیل خواهد شد. یعنی در سال 2049 ممکنه اینا اقلیت هستن بشن. به هر حال بحثی که اینجا وجود داره که در واقع راست افراطی سفیدپوست با پایین اومدن سطح درآمدش و سطح زندگیش نسبت به دهه‌های 1950، این اشکال و نه در سیستم سرمایه‌داری، اینکه باعث بیکاری، پایین اومدن دستمزدها، لشکر بیکار، بلکه این رو در دنبال سیاست‌های لیبرالی و وجود سیاهان و خارجیان و مهاجرین توضیح میده و عملاً تبعیض نهفته شده‌ای که در نظارت خودشون داشتن توجیه میشه. این چنین منطقی تو زمان ترامپ عملا آشکارا مطرح میشه، چه توسط ترامپ و چه توسط راستگرایان یا جریان های فاشیستی. و به همین جهت سفیدا تو جنوب آمریکا که نماینده های جمهوری خواه معمولا نمایندگی شروع میکنن، سیاست هایی رو حاضرن به پاش به قولی قبولش بکنن که اولا دموکراتی سیستم های دموکراتیک رو نفی میکنن، مخالفن و خواهان اون سیستمی هستن که اینا رو تو سر رأس کار قرار بده، سیستمی که فقط قدر قدرتی و اقتصاد اون رو در بر نداره. یعنی فقط اقتصاد نیست که اون رو بحث اقتصاد بلکه به نظر من تبعیض داره الان اقتصاد رو هم تحت شعای خودش قرار میده. با توجه به این که میدونیم تبعیض جزء جدای ناپذیری از اقتصاد سرمایه‌داریه، کودتای 6 ژانویه در آمریکا عملا بیان آشکار چنین جنبش راست بوده که هم انتخابات دموکراتیک رو نفی میکنه و هم میخواد قوانین انتخاباتی در آمریکا به دهه اجرا بشه که برمیگرده به دهه 1960، یعنی قوانین تبعیض‌گرایانه جیم کرو که هیچ حقوقی واسه سیاهان در آمریکا قائل نبوده. در حال حاضر مدافعین چنین نظری توسط نماینده‌های خودشون که بیشتر جمهوری خواه هستن سعی دارن که جلوی سیاهان و خارجیان و مهاجرین رو بگیرن
و حد عملا حق رأی، حق رأی رو برای اونها محدود کنن. یعنی به عبارتی طبق گزارشی که واشنگتن پست مطرح کرده، از 43 ایالتی که امریکا، از 50 ایالتی امریکا، 43 تا ایالتش قانونگذاران جمهوری خواه حداقل 250 قانون وضع کردن که جلوی رای دادن پست شهری، زودتر رای دادن یا رای در روز انتخابات رو محدود میکنه. حتی بهشون اجازه نمیده که بین مردم آب پخش کنن، آب آشامیدنی موقعی که تو صفای میستن. یعنی عملا شرایطی رو داره ایجاد میکنه که رای آزاد توده ها رو از دستشون خارج کنه. مثلا سیاه ها در جایی که کار میکنن ساعت 5 بعد از ظهر اینا میتونن خارج بشن. رای گیری رو مثلا گذاشته 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. عملا یه بخشی از رای دهندگان که به جمهوری خواهان رای نخواهند داد و ضد اینا هستن، عملا از رای دادن محروم میشن. از یه طرف دیگه شرایط واسه دموکرات ها و رقیبان دموکراتشون انقدر سخت میکنن که اونا قادر نباشن که با اینا رقابت کنن. بایدن با کمک های مالی 1.9 بیلیون دلاری خودش و یه سری سیاست های اجاره و چیزایی دیگه، سیاست هایی بودن که بایدن برای بقیه راندن این راست ها عملا بخش دموکرات عملا این رو اجرا کردن که راستای افراطی رو به عقب بکشونن و اتفاقا 70% مردم با اون موافقت کردن. به یاد داشته باشیم که حتی دموکراسی لیبرالی هم اگر وجود نداشته باشه، جنبش های دموکراسی هم بره سرکوب خواهد شد. اینو در زمان حاکمیت رژیم در ایران اساسا میبینیم، یعنی دموکراسی لیبرالی وجود نداشته و جنبش های خواستار دموکراسی هم بره سرکوب شده. تو امریکا هم کم کم داره یه همچین شکلی داره پیاده میشه. سیاست های ترامپ در خاور، سیاست های خارجی تو خاورمیانه قرار بود که عملا تقویت اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و کشورهای ارتجایی مثل ترکیه بر علیه جناح‌های ایران و دولت‌هایی که بالاخره به هر حال ازش حمایت می‌کردن بود. بایدن سیاستاش می‌خواد یه تنش در خاورمیانه رو کاهش بده. نظرش رو در مورد ایران عوض نکرده. خواسته بایدن یه ایجاد بالانس بین ایران، اسرائیل و عربستان سعودی و ایزوله کردن به قولی روسیه و چینه، چون بالاخره اینا نقش زیادی داشتن مخصوصا در کمک به ایران. ایران بعد از جام، بعد از برجام، موشک های بالستیک خودش رو روش میده که این هم از طرف چین و هم از طرف روسیه کمک های نظامی میشه بهش. و اسلحه های چینی، الان جمله رو تمام میکنم، اسلحه های چینی زیردریایی های کوچک مثل حرکت های چریکی که در آب میخوان بکنن، میخواد عملا ایران بر علیه آمریکا مقاومت کنه. برنامه آمریکا قبول برجام با کنار گذاشتن موشک های بالستیکی توسط ایرانه و اتفاقا رهبران اروپا هم با بایدن همراهن، یعنی میخوان یه بالانس در خاورمیانه ایجاد بشه. حالا اینو در رابطه با چین و روسیه بعدا صحبت میکنم. همین سیاست بالانس رو به نظر من بایدن در رابطه با بلک لایف مرر انجام داره میگه که عملا مسئله‌ای که داره برخورد میکنه بایدن، سعی میکنه که
رهبری بلک لایف مرر رو از بخش سوسیالیست بلک لایف مرر جدا بکنه. بله اتفاقا من میخواستم بگم که برمیگردیم به این سوال در رابطه با سیاست های خارجی بایدن و تفاوتش با ترامپ و مسئله چین، و اینجا میخوام که از رفیقمون علی کیانی سوال رو بکنم، با توجه به اینکه هم شما و هم رفیقمون علی کیانی اشاره کردن به مسئله حقوق سیاه ها و مسئله اعتراضشون و جنبش در واقع سیاه ها، با توجه به این مسائلی که مطرح شد، شما فکر میکنید که سیاست های بایدن در رابطه با اون جنبش زندگی سیاهان مهم است چیه؟ خدمت شما عرض کنم که رشد جنبش بلک لایف مترز یا ارزشمندی جان انسان تو امریکا، بکبونش هرچند که سیاه ها بودن و رهبریش هم در دست اونها بود، ولی از پشتیبانی جنبش لاتینوها و جوانای لاتین برخوردار بود، چون سنت های سوسیالیستی تو این جریانات لاتین تبار خیلی قوی تره و بیشتر هستش، و تو خود حتی تشکیلات بلک لایف مثلا از ابتدا نمیشه این تقسیم بندی در واقع اصلاح طلبانه نئولیبرالی و جناحش با جناح سوسیالیستش خیلی واضح دید، هرچند که خب اطلاعات کمی داره از درون این تشکیلات در واقع به وجود میاد. حالا ما میدونیم که حرکتش در ابتدا در جریان کشته شدن سیاه ها که مدت هاست ادامه داره خب شروع شد، ولی این به برکت شرایط تغییر یافته و دوران کرونا و فقر و به اصطلاح رادیکالی در واقع نظامی شدن پلیس در واقع مدت هاست ادامه داشت بود. بنابراین تأثیر کوتاه مدت و فوری این اصلاحات در واقع همین 1.9 میلیونی که مقادیر خیلی زیادی هستش، خودش در کوتاه مدت تونسته تأثیر مثبتی در مردم امریکا قرار بده و تا حدودی هم اعتمادشون رو به حزب دموکرات جلب کنه، و در خود این جنبش سیاهان هم نیز تأثیر موثری داشته، و از این فرصت در واقع جمهوری خواه استفاده میکنن برای توطئه‌گری در مقابل بایدن، چون میدونن راه حل دیگه ندارن برای دوران انتخابات بعدی تا جایی که اون مردم آشناییشون با این سیاست هایی که اینا محدود میکنن رأی دادن سیاه و لاتین تبار و ترسوندنشون و سنگ انداختن جلو آمدن اینا، چون یکی از علل بردن انتخابات توسط بایدن در واقع پشتیبانی و شرکت بیش از حد این جریانات نسبت به انتخابات قبل، و اینا اجباراً الان دست به توطئه‌ای زدن که سعی کنن فرماندارهای در واقع هر ایالتی رو عوض بکنن، اونایی که دموکرات هستن جاشون در واقع فرماندارهای جمهوری‌خواه بیارن که در آینده کنترل انتخابات کاملاً در دست حزب جمهوری‌خواه باشه تا شاید بتونن این بحران درونی خودشون رو خاتمه بدن، و عملاً در واقع اتحادی که الان دارن که دو شقه نشه به خاطر ترامپ و جناح‌های مخالف ترامپ، چون این تضاد در درون حزب جمهوری‌خواه بود. ولی این انعکاسش در واقع تو بخش بلک لایف متر و تشکیلات نتورکش که در واقع شبکه‌اش جهانی شد خیلی موثر بوده. اتفاقا تضادهای درونی بین اون جناح سوسیالیسم، جناح رادیکال، جناحی که حتی بیشتر تاکید بر تغییر سیستم پلیس و کمک مالی دادن به پلیس و به اصطلاح قطع کردن بودجه پلیس رو میدن، با کسایی که صرفا اصلاح طلبن یا نئولیبرالن و طرفدار شرکت در انتخابات و قدرت گرفتن در دست در واقع در حزب دموکرات هستن و دولت این حاد شده. برای اینکه ما امروزه میبینیم که یکی دیگه از کارهای در واقع مورد موافقت مردم که بایدن انجام داده آوردن بسیاری از خارجی ها، لاتینو ها، مسلمان ها، سیاه ها در کابینه‌اش و به ویژه زن ها، یعنی اکثریت
کسایی که انتخاب کرده از زنانن، زنان کالر یا به اصطلاح سیاه، به اصطلاح یا تیره، رنگ تیره هستش، و در بسیاری جاها حتی سعی کرده لاتین تبارا رو بیاره، حتی از هندوستان بیاره، یعنی کسایی رو آورده که به اصطلاح سعی کنه جناهای مختلف مردم رو در واقع که تحت شرایط نژادپرستانه ترامپ ایزوله شده بودن جامعه و مخالف به اصطلاح رژیم شده بودن، رژیم این کار شده بودن رو در واقع از این لحاظ خونسا بکنه. مثلا این تضاد درونی بین این دو جناح تا حدی رشد کرده و مؤثر بوده، این سیاست های بایدن و تاکتیک‌های رفاهی که به وجود آورده که باعث شده که برخی از جناح‌های اینا حتی جدا بشن، مثل توی منطقه سان برنادینو اینلندی باره در شهر در واقع لس آنجلس و اورنج کانتی هستش که اینا حتی اعلامیه علنی بر علیه شبکه جهانی بلک لایف مادر یا ارزشمندی جاسیا دادن و بعد جدا شدن و حتی چالش کشیدن رهبری این جریان رو برای یک مناظره حتی تلویزیونی یا به اصطلاح تو زوم یا فضایی که در مورد این مسئله و خیانت اینا، اینا عملا تا حدودی بعضیشون اینو خیانت میدونن، به دوشت رادیکال شدن جنبش که اینا در خدمت سرمایه‌داری قرار گرفتن و در خدمت در واقع رژیم کنونی قرار گرفتن و این مسئله تغییرات بنیادی و ریشه‌ای نیستش و ما باید برای این مبارزه کنیم. همین مسئله تو خود در برخی شهرهای که به اصطلاح جریانات سیاه زیاد هم مثل دیترویت و یا شیکاگو هم نفوذ داشته. البته اطلاعات در این موارد کمه، مگر اینکه علنی اعلامیه بدن، چون مثلا تو منطقه لس آنجلس اون در مقطع اورنج کانتی و لس آنجلس اعلامیه رو ما شاهدش بودیم علنا بیرون دادن. بنابراین این میبینیم که این تاثیر خیلی زیادی داشته و از این نظر این عمل کرده به اصطلاح ترامپ در چند ماه گذشته از این جنبه برای خودش و سرمایه‌داری مثبت بوده و تا حدودی تاثیر به اصطلاح چیزی داشته. تو عرصه جهانی ما اینو نمیبینیم، حداقل نموداش هنوز روشن نیست، شاید به خاطر اینکه جریان‌های سیاسی اروپا یه مقدار عمیق‌ترن، رادیکال‌ترن و با این تاکتیک‌ها در واقع نظرگاهشون دیده نمیشه، تغییر نمی‌کنه، ولی حتما این تأثیر داشته تو شبکه بلک لایف مدر اروپا و جهانی و از این بابت، ولی ما هنوز نمودارهای مشخص و اطلاعات معینی در دست نداریم از این بابت، چون نیروهای سیاسی در اروپا هم چپ قوی تره در واقع عملکرد مبارزاتی بر سر به اصطلاح بهبود شرایط محیط زیست که حتی تو فرانسه می‌دونیم خیلی رادیکال شده، درگیری پلیس کشیده شد یا در مناطق دیگه یا تو آلمان غیره، اینجا این هنوز روشن نیست. رفیق علیرضا، در آمریکا بعضی از چپ‌ها مطرح می‌کنن که در تحلیل نهایی اقتصاد عامل مهمیه، یعنی در واقع عامل طبقاتی و اون رو عامل اصلی تغییر جامعه میدونن. در نتیجه جنبش سیاهان با اینکه باید ازش حمایت بشه، ولی از اونجایی که اون رو یک جنبش طبقاتی نمیدونن و نیست، معتقدن که نباید به اون تکیه کرد. نظر شما توی این مورد چیه؟ این بحث یعنی از قدر سر میکنم بیشتر توضیح بدم در مورد این بحث. این بحث مهمیه، در جنبش چپ مطرحه و همواره این دو تا نظر وجود داره، این دو تا نظر همواره با همیگه مقابله میکنن. بحثی که میکنه میگه که طبقه، این بحثی که نظر این نظر رو مطرح میکنه، میگه طبقه و روابط طبقاتی در نهایت عمده ترینه و عملا رنگ و پوست و یا مسئله تبعیض رو بهش برخورد میتونه، که به این شکل برخورد ما میگیم تقلیل گرایی طبقاتی. در اصطلاح انگلیسی بهش میگن reductionist، class reductionist.
که خیلی از تئوریسین های چپ همینطوری صحبت میکنن که سابقه طولانی در جنبش به خصوص در آمریکا داشته. مثلا تو جنبش 1965 سیاهان واتس لس آنجلس این رو مبارزات تبعیض مبارزه بر علیه تبعیض نژادی رو بخشی از این چپ ها با طبقه توضیح میدن و نه جنبش تبعیض، که خودش خیلی از تفکر تبعیضگرایانه برخی از این چپ ها رو سرپوش میزنه. البته این که باید محدودیت های جنبش های تبعیض رو دید که ظاهرا طبقاتی نیستن رو ما ببینیم، ولی به یاد داشته باشیم که جنبش های تبعیض تلاش میکنن که در آمریکا هم پرولتاریا رو به حمایت خودشون بکشن و از هم از نظر دیالکتیکی خواستار کنار به هم دیگه وایستادن کارگران سفید، کارگران سفید در کنار کارگران سیاه مبارزه هستن. ولی سوال اینه که اینو ما چگونه باید انجام بدیم و اینو باید جواب داده بشه. برگردم به بحثای کلاسیک. این نظریه گری تقلیل گرایانه از بحثی که انگلس میکنه که اومده. انگلس تو نامه‌ای که در 1891 خودش به اشمیت مطرح میکنه که مارکس که نظرات مارک ما مارکس اون زمان نبوده و انگلس مطرح میکنه که در تحلیل نهایی عامل و فاکتور اقتصادی عمده است. این بحث انگلس ناشی از نظریه که از تفکرات فلسفی ارسطو از اون نشأت میگیره، که این بحث نه بحث هگله و نه بحث مارکس. مارکس هم چیزی رو مطرح نکرده. این که به طور کلی صحبت میکنیم باید این یه بحثی توشه، نظری توشه. هگل در رابطه با مفهوم علت نهایی و علت آنی بهش میگن ultimate and immediate cause بحثی داره با ارسطو. ارسطو مطرح میکنه که علت این که سیب از درخت میفته، علت آنیش اینه که باد سیب رو میندازه، ولی علت نهاییش اینه که سیب باید برسه که باد بتونه بندازه. هگل به این موضوع برخورد میکنه و مطرح میکنه که علت و معلول میتونن جای خودشون رو عوض کنن، چرا که مطرح میکنه درسته ارسطو علت سوبژه نیست، عامل فعال نیست، نمیتونیم فقط به صورت روابط خارجی بیرونی به اون برخورد کنیم. عبارتی که درسته که شرایط جامعه یعنی شرایط خارجی عمده است، یعنی مثلا درون جامعه سرمایه‌داری مناسبات سرمایه‌داری باعث میشه که پرولتاریا به وجود بیاد، و ولی که از یه طرف دیگه شرایط انقلابی که ایجاد بشه پرولتاریا باید بتونه این شرایط انقلابی رو عوض کنه. یعنی درست علت سرمایه‌داریه، روابط تولیدی سرمایه‌داریه، ولی به یه عامل، یه فعال احتیاج داریم که بتونه سرمایه‌داری رو داغ کنه. به همین جهت مطرح میکنه که درسته که سیب باید سیب برسی که از درخت کنده بشه، ولی که عامل باد میتونه نقش دیگه معلول رو بازی نکنه، میتونه نقش علت رو بازی کنه و شرایط جامعه میتونه انقلابی بشه، ولی که بدون عامل انقلابی، حالا ما بحث مارکس که به مثل پرولتاریا انقلاب نخواهد شد. همین شکل برخورد علت و معلول رو به نظر من لوکزامبورگ هم میکنه
برخوردی که به جنبش‌های ملی میکنه. با اینکه لوکزامبورگ از جنبش‌های ملی دفاع میکرده، خیلی هم نگران اونا بوده، ولیکن لوکزامبورگ این جنبش‌ها رو سوسیالیستی نمیگه، نمیگه که اینا باعث سوسیالیست. به همین جهت همواره سر این مسئله بحث داشته، چرا که عامل امپریالیست عمده میبینه، عامل اساسی میبینه، یعنی فقط علت و معلول و معلول رو نمیاد، علت و معلول رو به یه جاشون عوض میشه، میگه علت امپریالیست تو چه این جوان ها، این باید چیز بشه از بیان بره و معلول نمیتونه نقش داشته باشه. این بحثو لنین نمیکنه. لنین بعضی که بعد از اینکه در 1914 منطق هگل رو مطالعه میکنه، اولا مطرح میکنه که این کسی که منطق هگل رو نخونده باشه مارکس نفهمیده. انگلس میگه که عامل اقتصادی در نهایت تعیین‌گره، که این بحث مارکس نیست. درسته که مارکس مطرح میکنه که عامل ارزش، فرایند ایجاد ارزش، ارزش اضافی عامل تعیین کننده است برای حرکت جامعه سرمایه، یعنی قانون گردش سرمایه. این قانون گردش سرمایه میتونه منطق سرمایه‌داری باشه، ولی مارکس در کتاب خودش سرمایه مطرح میکنه که این در رابطه ما مسائل اقتصادیه، با اینو مارکس به تمامیت نمیده. در تمام چیزا، در مسائلی که اقتصادی نیست رابطه نمیده. اینم بحث مارکس میدونه که بحث چیه. همینجور نمیتونیم قوانین ارزش، به قولی کتاب مارکس حلال همه چیز نیست، کتاب سرمایه مارکس، نمیتونیم قوانین ارزش رو به مفاهیم غیر اقتصادی ربط دیم. درسته که فرم روابط مادی پایه تمام روابطه، ولی که معلول معلول اون میتونه این روابط رو این روابط تأثیر بذاره و به صورت علت در. لنین تو بحثی که در سال 1914 بعد از خوندن منطقه ایگل مطرح میکنه، اینو خیلی قشنگ بازش میشه، همین جد از مبارزات ملی دفاع میکنه. دفاع علی رضا. یه مقدار بفهمید. نزدیکتر بشیم به نتیجه گیری با توجه به وقت. چون آره، من برمیگردم به بحثی که اینو دلیلی که میخواستم بیارم که مسئله رو بگیم که از نظر فلسفی و اقتصادی کجاست، بعد جواب بدیم. لنین میاد مطرح میکنه که آگاهی و شناخت نه فقط از جهان خارج متاثر میشه، بلکه این شناخت میتونه اونو انقلابی هم بکنه، هم میتونه ارتجاعیش هم بکنه. مثلا جنبش سیاهان در جهت تغییر و انقلابی بودن رابطه و جوامع، ترامپیست در جهت ارتجاعی نمودن این روابطه. این فقط اقتصاد نیست، یه مسائل دیگه هم توش هست. به همین جهت جامعه سرمایه‌داریه، به همین جهت توش تبعیض وجود داره. اگر تبعیض برعکسش، یعنی اون علت و معلول، اگر تبعیض وجود داره برابر این سرمایه‌داریه. نمیتونیم در یه جامعه تبعیض وجود داشته باشه بعد بگیم این سرمایه‌داری نیست، سوسیالیست شده. فرانس فانون هم که آگاه بود به بحث‌های مارکس و هگل، اینو تو جنبش سیاه‌ها در آفریقا اینطوری توضیح میده. میگه که شما پولداری چون که سفیدی، علت معلوم. بعد میاد برش میگردونه، میگه شما سفیدی به خاطر این پول داره، یعنی اینا جاش میتونه عوض بشه. حالا اینو چرا بحث مطرح کردم؟ مثلا
تو رابطه با شکنجه دادن، شلاق داده زدن، کشتن سیاها توسط سپیدها. درسته که اقتصاد تاثیر داره، ولی که ما با مطرح کردن عامل اقتصادی هنوز کیفیت این سپیدها به سیاها رو توضیح ندادیم. این که بگیم عامل اقتصادی در نهایت عامل اصلیه، هنوز جواب ندادیم. این بحثیه که مارسوی ارتودکس اتوان میکنن که تفاوت سیاسی رو در جامعه امریکا فقط میتونن از زاویه اقتصادیش جواب بدن. یعنی اقتصاد مبادله تولیدی، این فقطه. چون شرایط سیاسی در اقتصادی بده، به همین جهت یه همچین شرایطی بیشونه. همه چیز رو تو اقتصاد جزه میبینن، همه چیز رو تو رشد نیروهای مولده میبینن، نه اینکه سرنوشت انسان ها چیه، نه اینکه چه روابط بر این انسان ها مستقیم. اینو تو ایران هم دیدیم. بعد از انقلاب خیلی از نیروها نمیدونستن ماهیت این رژیم چیه. چرا؟ تمام چیزها رو سعی میکردن با مسائل اقتصادی جواب بدن. کینه ای که اینها بر علیه زبان زنان و معذرت میخوام میتونم تموم کنم بحثمو یا شما میخواید؟ آره، چون من هم میخواستم کمک کنم برای همین قضیه که شما گفتید. بفرمایید اگر سوال بفرمایید. ایران که گفتید اصلا جنبش رفع تبعیض در واقع برای بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون چپ یا غیره در واقع معنی خودش رو از دست داده بود و ما خیلی هم خوب تو این زمینه تبعات بدی هم داشت برای ما. بله بفرمایید. چیزی که آره تمام میکنم، چیزی که مطرح میشد که اساسا تو ایران کسی نمیاد توضیح بده که این کینه‌ای که اینها بر علیه زنان دارن چیه، کینه‌ای که بر علیه همجنسگرایان دارن چیه. این فقط اقتصادی نیست، تو حتی آلمان هم یه همچین چیزی بود. خرجی که این آلمانیا نازی واسه یک بردن یهودیا به این جاهای کار و جاهایی که کورهای آتش سوزی مطرح میکردن، کلی واسه شون خرج داشت، خرج مهمات داشت، خرج ارتباطات داشت، کلی. ولی چرا فقط اقتصادی نبوده؟ این کینه رو چجوری ما میتونیم توضیح بدیم؟ این دشمنیه اینا رو. به همین جهت من جنبندی که میخواستم کنم که همواره تو نمیتونی با مسائل اقتصادی بگی همه چیزها رو بتونی توضیح بدی. جنبش سیاهان در آمریکا بدون به قولی سوسیالیست در آمریکا بدون حل مسئله تبعیض در آمریکا قابل وصول نیست. اینو در مورد چیزای دیگه هم میتونیم بگیم، در مورد دموکراسی و سوسیالیسم میتونیم بگیم که دموکراسی لزوما چیز اقتصادی فقط نیست، یه روابطه. ولی سوسیالیست هم نمیتونیم بدون دموکراسی بهش برسیم. خیلی ممنون علی جان. الان میخوام این سوالو بکنم که از رفیقمون علی کیانی، میدونیم که در واقع بایدن به پیمان آب و هوای پاریس ملحق شد و از طرف دیگه شما تو صحبتاتون بود یا ورود اتباع کشورهای مسلمان به آمریکا رو برخی از کشورها که ممنوع کرده بودن دوباره آزاد کرد. در هر صورت بایدن سیاستهایی رو الان در خاورمیانه یا جهان پیش میبره. شما فکر میکنید که تفاوت سیاستهای بایدن با ترامپ در عرصه جهانی چطور بود؟ خدمتتون عرض کنم که این کاملا درسته. البته بخشی از این ندانم کاری هایی که در واقع ترامپ تو عرصه جهانی کرده بود باعث شد که امریکا نقش هژمونی که خودشو تو عرصه جهانی در میان کشورهای امپریستی و سرمایه‌داری صنعتی از دست بده. بنابراین گام اولی که در واقع بایدن داره برمی‌داره گذشته از اختلافاتش با جریان جمهوری‌خواه، دلیل است که این هژمونی رو دوباره
به دست بیاره، یا اگر هم در شرایط تغییر یافته جهانی امروز امکان پذیر نیست که هژمونی یک کشور قدرتمند مثل امریکا وجود داشته باشه، حداقل بتونه تمام تا حدودی اونو بازسازی بکنه و به جای اینکه در واقع ترامپ از این بابت، خب سیاست عمده اینا مقابله با چینه، ولی با یه تفاوت که بایدن در واقع با برنامه‌ریزی داره این کار میکنه، در حالی که ترامپ چین رو رها کرده بود و عملا باعث شده بود که خود چین قدرتمندیش بیشتر بشه از این لحاظ در برخی عرصه ها. هرچند که بایدن ظاهرا تضادش رو با چین که محور موضعش به اصطلاح ایزولی کردن چین و مقابله با چین هست نظامیه، ولی اینو برای این به نظر من مطرح میکنه که بتونه بودجه نظامی امریکا رو حفظ کرده و یا حتی زیاد کنه، چون اخیرا فرمانده به اصطلاح بخش وزارت دفاع تقاضای دو برابر کردن هزینه نظامی امریکا رو آورده. این ریشه‌اش در اینه که امریکا یک اقتصاد نظامی در واقع در پیش از این که در روسیه به پای روسیه اصلا به باشه در واقع دوران بسیار گورباچوف و غیره، اقتصاد نظامی که امریکا داشت از دوران ریگان شروع شد یک کلاپس معینی بود، برای اینکه دیگه تضاد شوروی وجود نداشت که در عرصه جهانی به عنوان به اصطلاح سوسیالیسم عاملی باشه که مداوم بتونن تسلیحات اتمی و بودجه نظامیشون رو زیاد کنن. و این اقتصاد نظامی ضربه بزرگ و بحران عجیبی در اقتصاد امریکا، همونطوری که گورباچوف گفت در این مصاحبه، گفت من پرابلم و مشکلات امریکا رو داخلیش میکنم، I internalize the problem. و این اقتصاد نظامی در حدی شد که ما حتی اینجا در منطقه چیز منطقه در نزدیکی دریا لانگ بیچ شهر اصلا بانکراپ شد، یعنی اینا تا اعلام ورشکستگی کرد تا این حد. بنابراین دوباره اثر گرفته شدن اقتصاد نظامی به ویژه به جنگ هایی که در خاورمیانه و مسئله ایران و مسئله خونه یکی از عوامل بارز این مسئله هستش. نکته دیگه این تفاوت در واقع بایدن و با ترامپ رو باید دید که بایدن استراتژیک فکر میکنه و در واقع به طور از نظر فردی و شخصی محتاط و با جدیت کار کرده میکنه و پروسه قائله و خیلی منطقی و با بررسی و علمی و تحلیلی با استفاده از به اصطلاح متخصصینی که تو امور اجتماعی سیاسی اقتصادی و هستن سعی میکنه برنامه‌ریزی کنه، در حالی که ترامپ بیشتر رو ادوایز مشاوره های کناریاش که خیلی هم چیز از این خصلت برخوردار نبودن و یه شخصی بر حفظ منافع فردی خودش یا همگاماش گام برداری میکرد. یکی از عوامل اصلی تضاد در واقع جهانی بین امریکا و چین در واقع محدود کردن قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی در واقع چین در آسیا و امریکا در امریکای لاتینه. ما میدونیم در دوران اواخر به اصطلاح رئیس جمهوری ترامپ چین یه سازماندهی کرد توی آسیا، یک کنفرانسی که 20 کشور آسیایی در شرکت کردن و امریکا اصلا ترامپ به این مسئله اصلا هیچ نپرداخت یا برنامه‌ای نداشته باشه. این وحشتی رو برای خود سردمداران امریکا وجود داره که باید با چین با برنامه‌ریزی و اقتصادی مقابل کنه، چون چین در عرصه تکنولوژیکی اونچنان پیشرفت کرده و با تولید وسیع که تقریبا تولیدات و تعداد کارگرای تولیدیش به اندازه تمام این کشورهای صنعتی روی هم هستش از نظر تفاوت قدرت چین. و بعد از امریکا که بزرگترین قدرت مالی امریکا بود و از سالهای 1990 به اصطلاح چیز مالی کشیده که شده بود و کمک مالی و صدور سرمایه و به اصطلاح گمان زنی سرمایه حرکت میکرد، امروز چین داره این عمل میکنه. مثلا در امریکای لاتین با وامهای زیادی که به کشورهای مثل اکوادور و آرژانتین و به اصطلاح نیکاراگوه و غیره میده،
در ایجاد سدسازی، در ایجاد تکنولوژی، در ایجاد ترانسپورتیشن، راه راوری، ترین، عمیقا در اینا نفوذ کرده و حتی سرمایه گذاری میکنه به کمک اینا. بنابراین مقابله با این هدف اصلی در واقع چینه، بایدنه، و بایدن همین اخیراً یه کنفرانسی رو داشت با ژاپن، استرالیا، کره و هند که سعی میکنه اینا رو بر علیه چین در واقع به طرف خودش جلب کنه، که به نظر میاد هر سه تا اینا تمایل نشون دادن ولی هنوز هندوستان موضع خودش رو تو این رابطه اعلام نکرده که کاملا در سمت سمتگیری در واقع بایدن قرار بگیره. دوم، بایدن میخواد از اون فرصت به اصطلاح بحران اروپا استفاده کنه که جدایی انگلیس به خاطر مسائل اقتصادیش و غیره و جای اون رهبریتی که در واقع آلمان تونست این مدت در خلأ وجود ترامپ استفاده کنه رو دوباره خودش پر کنه و بعد اینا رو بتونه متحد کنه در کمپ خودش. تو خاورمیانه به نظر میاد سیاست کلی بایدن در این است که قصد اون تحریک کردن ایران رو نداره، اونجوری که ترامپ با پشتیبانی از اسرائیل آوردن اورشلیم، اعلام اورشلیم به معنای پایتخت اسرائیل، سعی کرد کلن با حمایت عربستان سعودی در واقع یک سازماندهی عربا رو بر علیه ایران به معنی یک نیرو در کنار اسرائیل وجود بیاره. بایدن بیشتر به دنبال کاهش تنش خاورمیانه است و میدونه که ایران بدون چین و حمایت چین و شوروی عملا نمیتونه این رجزخانی ها و این قدرتمندی ها رو امروزه انجام بده. بنابراین یک سیاست محور سیاست دیگه بایدن که حالا بعد میشه در مورد خاورمیانه صحبت کرد، جدایی روسیه از چین تو این چارچوب هست. سیاست های اخیری که بایدن در خاورمیانه اعلام این جریان قاشقچی اینی که به اصطلاح پرنس سعودی عربیا رو، عربستان سعودی رو، که در واقع اون با اعلام کشتن و تحقیق دوباره در مورد قاشقچی علم کردن اینا، در واقع که بایدن در واقع با ترامپ در واقع اینو پوشیده بود و دفاع کرده بود و غیره، بگن که ما در به ایران اعلام کنیم که در واقع ما در این حالی که ایران رو باش مخالفیم و به اصطلاح مقابله میکنیم باش، روی عربستان سعودی هم انگوش میذاریم و فقط یک جانبه به ایران به اصطلاح مسئول تشنجات خاورمیانه نخواهیم دونست. البته مشکل در خاورمیانه بحث دیگه ایه که بین ایران و روسیه و ایران و روسیه و در واقع اسرائیل و عربستان سعودی و ترکیه به عنوان نیروی نوین برخواسته تو اون منطقه است که در مورد شرایط ایران به طور مشخص میشه در موردش در واقع سوال کرد. بسیار عالی. سوال بکنم از خانم علیرضا، در واقع سیاست های بایدن و ترامپ رو میشه توی حوزه‌ای با رقابتشون با چین همونطور که رفیقم علیکیانی گفتن توضیح داد. شما فکر میکنید آیا برخورد و سیاست بایدن به چین با ترامپ متفاوته و آیا اون بایدن به دنبال راه انداختن یه جنگ سرد هست؟ اولا من سعی میکنم یه مقداری بحثایی که رفیق علی مطرح کرده رو بیشتر بازش کنم در مورد چین، بعد سیاست های اون اختلافات رو با بایدن و ترامپ هم مطرح کنم. این بحران شدن روابط آمریکا در زمان بایدن با چین نه بر مبنای به نظر حداقل در الان نه بر مبنای اینه که چین از نظر نظامی برای آمریکا خطرناکه، بلکه در زمینه اینه که چین از نظر علم، تکنولوژی و روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر جهان داره از آمریکا جلو افتاده و قدر قدرتی آمریکا رو تحت فشار قرار داده. مثلا وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و وزیر دفاع آمریکا لوید آستین با ژاپن و بعد کره جنوبی که هر جو دو مخالف چین هستن ملاقات میکنه و
به قولی مشترکین با دولت واشنگتن رو بر علیه چین متحد بخواهد. انتونی بلینکن مطرح میکنه که ما میخواییم دو قسمت های آسیای جنوبی غربی یعنی اطراف چین توسط کشورهایی که دوست ما هستن مثل ژاپن و کره جنوبی یه شرایط صلح‌آمیز ایجاد کنیم که بتونیم جلوی جاه طلبی هایی که چین داره بگیریم. وزیر خارجه چین هم تو این کنفرانس شرکت میکنه. برنامه اینها کنترل شرقی و جنوبی دریای چین از هندوستان و پاکستان گرفته تا تایلند و برمه و ویتنام و فیلیپین و مالزی و اندونزی، تمام اون پرکرهایی که قسمت های شرقی و جنوبی چین هستن. این کنفرانس داره به این برخورد میکنه و سعی میکنه که یه گروه متحد دفاع و کنترل این مناطق در مقابل چین ایجاد کنه. و میدونیم که ژاپن با آمریکاست و چین اینا رو مسئله میدونه. مثلا دو هفته پیش بایدن با رهبرهای هندوستان، ژاپن، استرالیا که اسمشو گذاشتن کواد، به نظر میاد یعنی اتحاد، اتحاد این چهار کشور گذاشته و چین در مورد این مطرح میکنه که کوبا برنامهش در واقع جنگ سرد بلنی چینه. وزیر خارجه امریکا بلینکن مطرح میکنه که چین امروزه در قرن 21 بزرگترین خطر برای امریکا به حساب میاد. تنها کشوری که از نظر اقتصادی، دیپلماتیک و تکنولوژی میتونه سیستم آزاد جهانی رو به خطر بندازه. سیستم جهانی که همواره میخواد به نفع کمپانی‌های آمریکایی عمل کنه و نبایستی بخواد. در رابطه با واکسن کرونا، موقعی که ترامپ برخوردی بی‌اعتنا به مسئله کرونا میکرد، چین میلیون‌ها واکسن آزمایشی به کشورهای جنوبی جهان میفرسته که بتونه یک شکل دیپلماسی واکسین با این کشورها داشته باشه. نمونه هاش اینه که واکسین سینوواکشو به 53 کشور میفرسته و از این 53 کشور 22 تا از اینا کشورها اجازه فروش بهش میدن که صادرشون کنن، چین صادر کنه. کشورهایی که مثل برزیل، پرو، کولومبیا، اکوادور، بولوی جز خریدارن. یعنی چین عملا داره آمریکای لاتین رو سعی میکنه نفوذ پیدا کنه وسیله دیپلماسی واکسنی در آمریکای لاتین. شرکت های چین در رابطه با رشد تکنولوژی به خصوص وسایل ارتباط جمعی، تکنولوژی فضای سبز، خیلی از شرکت های آمریکایی جلوتر افتادن. شرکتی مثل هووای و ZTE یه نسل جلوتر از کمپانی‌های ارتباطی هم می‌باشند. در واقع این اختلاف جنگ اصلی بر سر قدرت اقتصادی و شرایط پیشرفت شرکت‌های چینیه. اختلاف بر سر رقابت علمی و تکنولوژی. حتی در رابطه با سیلیکون ولی هم چین داره از آمریکا جلو می‌افته. علی به عبارت کلی مطرح کرد در حال حاضر 112 میلیون کارگر سازنده در کارخونه‌های چین مشغول خیلی بیشتر از کارگران سازنده در کل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. چه آمریکا و چه اروپا و چه سرمایه‌داران چینی عملاً از کار ارزونی که مردم چین دارن انجام میدن کلی سود بردن و البته در تحت شرایط و دیکتاتوری شدید در جمله در چین. اینو یاد، یعنی برخلاف اون کسایی میگن که به هر حال 700 میلیون مردم چین از شرایط وخیم خارج شدن، نیمه مرفه شدن، ولی باید ببینیم این سوسیالیسم از نظر ما رشد نیروهای مولده سرمایه‌داریه یا
آزادی انسان هاش به شرایط بهتر انسان هاست. به حال مردم چین دارن تاوان اون رو به تو به اینا پس میدن که تاوان این رشد اقتصادی سرمایه داری چین. و بی خود نیست که تضاد کارگران در هنگ کنگ، جوان ها در هنگ کنگ یه نمونه های از این اعتراضات. برحال الان آمریکای لاتین اولین منبع سرمایه‌گذاری برای چینه. در واقع درآمدهایی که کمپانی آمریکایی از چین میبرن یه شکل حق انحصاری داره، اجاره‌ایه. مثل اپل که خودش تلفن آیفون رو نمی‌سازه، از اونها زیاد پول در میاره، از اجارش پول در میاره، حق انحصاریش پول در میاره. که حتی چینی ها الان یه سری شروع کردن یه حق انحصاری جدیدی واسه خودشون ایجاد کردن به نام بهش میگن پتنت، که کمپانی که بر آینده از کمپانی آمریکایی جلو بیفتن و با تکنولوژی های جدید در به حال همین تکنولوژی رو ما میبینیم. ایران مثلا در رابطه با تکنولوژی از روسیه و چین کمک میگیره، ولی از این تکنولوژی استفاده میکنه که جنبش های آزادخانه تو ایران رو سرکوب کنه. در رابطه با سوالی که داشتید که بین ترامپ و بایدن در رابطه چین، به نظر من ترامپ جنگ تجاری رو با چین شروع کرد، ولی که بایدن اینو دامن میزنه. حتی موقعی که ترامپ بر علیه چین سعی کرد جنگ اقتصادی را بندازه، شرکت اپل دعواش با ترامپ سر این نبود که با چین چرا این کارو کردی. دعواش با ترامپ اینه بود که شما این کارو بکنید، کره جنوبی که برای سمسونی کنار میزنه، اونا استفاده بیشتری میبرن، ما باید استفاده بیشتری ببرن. یعنی اینا رو در بعد در از این دعوای اقتصادی که این شرکت ها دارن. و خود بلینکن وزیر خارجه بایدن چیزی شده شبیه مایک پامپو وزیر خارجه ترامپ. یعنی همونطور که مطرح کردم، ترامپ مبارزه بر علیه چین رو شروع کرده، ولی بایدن امروز داره اونو دامن میزنه. اگه امریکا اختلافش با روسیه و پوتین برای سر مسائل نظامیه، حرکتایی که اینا دارن میکنن، با چین دعواش سر مسائل اقتصادیه. و به نظر من میتونه به اختلافات نظامی هم بکشه. به همین جهت درک از شرایط که این جنگ امپریالیستی که راه انداختن واسه چپ عمده است، واسه نیروهایی که دنبال آزادی هستن عمده است، به خاطر اینکه یه درک درستی داشته باشیم. ما در گذشته دیدیم آمریکا به لیبی حمله کرد، از قذافی دفاع کردن بخشی از جنگ، یعنی یادشون رفتش که فقط مسئله قذافی نیست، مبارزات تودا بعد اونا رو سعی می‌کردیم. این اختلاف هایی که بین دوستان و رفقای چپ وجود داره، ولی الان یا شکلی پیدا کرده که چین خیلی عمده است، به خاطر اینکه به هر حال خیلی ها خجالتی یا به صورت اوریان فکر میکنن که به هر حال یه جریان مترقیه، فردا اگه یه چیزی بشه ما میخواییم موضوع چی خواهد. همینجد آگاهی از این نظرات اینا و آگاهی از این دعوای اینا به ما کمک میکنه که برنامه های آینده که ممکنه اوضاع بحرانی تر بشه بتونیم باش مسلط در موردش مسلط بشه. خیلی ممنون. تقریبا به پایان وقت رسیدیم. سوال آخرم رو از رفیقمون علی کیانی بپرسم. اونم اینه که اگر بپذیریم که بایدن در صدد راه انداختن جنگ سرد برای چین هست، با چین هست، بعد فکر میکنید که نقش ایران و تأثیر این جنگ سرد
بر سیاست های تهران چه خواهد بود؟ شاید وقت کم باشه ولی مفصل من میخواستم در این صحبت کنم و خلاصش میکنم. یکی این که از اولا سیاست بایدن در مورد ایران جدا از سیاستش در خاورمیانه نیست. یک. دوم این که ایران جمهوری اسلامی از بد و امر در واقع نسبت به امریکا مشکوک بود و امریکا رو پتانسیلن در واقع برای تغییر رژیم تو ایران موجه می شود و فکر می کرد که اینا به دنبال تغییر رژیم هستن. این امر در واقع تا حدودی در اون بخش اولی که تا اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشه کمتر بود امکانش، برای اینکه طبق سیاست برژنسکی کمربند سبز بر علیه روسیه ایران توش قرار می گرفت، از این بابت اینا می‌خواستن ایران به عنوان اهرمی بر علیه آمریکا شوروی روسیه استفاده کنه. پس از فروکش در واقع قدرتگیری ایران تو خاورمیانه این مسئله به یه امر بالقوه تبدیل شد که نه فقط قدرت ایران و به اصطلاح نفوذش و مقابلش با اسرائیل مورد به اصطلاح مطلوب برای آمریکا نبود، بلکه در عین حال تسلیحات اتمی و به اصطلاح نیازهای معین مقابله با آمریکا رو برای آمریکا خیلی خوشایند نبود. این مسئله در دوران رفسنجانی که سعی می‌کرد یه راه حلی برای معامله با آمریکا پیدا کنه و اون جریان لبنان به اصطلاح هاستجا رو که با اونا معاوضه کنن و آمریکا تضمین بده که به ایران و رژیم سرنگون نمی‌کنه، عملاً به نتیجه نرسید و بعد از آزاد شدن زندانیای لبنانی امریکایی در لبنان هیچ نتیجه ای نگرفتن و این ضربه خورد و بیشتر خاورمیانه رو سمت سپاه پاسداران و مقابله با آمریکا به عنوان دشمن اصلی برای سرنگون جمهوری اسلامی ترقی بکنه. این روند ادامه پیدا کرد تا اخیراً در دوران ترامپ خب آلموس به یه جنگ در خاورمیانه تبدیل شد و سازماندهی قشرهای عربستان. امروزه ولی بعد این که بایدن روی کار آمد در ماه ژانویه منابع اطلاعاتی وزارت دفاع امریکا در واقع یه بازبینی دوباره از سران سپاه پاسداران رو تو دستورشون قرار دادن که یکی از نتایج بررسی سران سپاه و عمل کردشون تو خاورمیانه در مقابل امریکا این بود که اینا در حال آزمایش و یا آمادگی برای سازماندهی حمله دوباره به ناوبرای امریکایی شبیه اون کاری که یو اس اس کول رو کرده بودن که با یه قایق مواد منفجره و تانک گذشته چینی به حمله کردن و چند ملوان 11 ملوان امریکایی هم کشته شد تو اون جریان حمله کردن به کشورهای به کشتی‌های به اصطلاح امریکا. پشت‌بند این درست واقع بعد از این بایدن در تقریبا سوم مارچ تحریم های اصلی ایران رو در واقع یک سال دیگه تمدید میکنه و بعد میگه که ایران کماکان به صورت بالقوه یک خطر برای امریکا به حساب میاد. 21 مارچ آسوسییتد پرس خبر میده که حمله سپاه پاسداران به پایگاه نظامی فورت مکدونالد مکنامه رو اعلام میکنه و امکان پذیره که 22 مارس سولیوان جیک سولیوان اعلام میکنه که بایدن هر گونه تهدیدی علیه سیاست نظامی امریکا رو بی جواب نخواهد گذاشت، که این خودش نشون دهنده است که اینا در بعد و شروع با ایران دارن سرشاخ میشن، حتی آپشن نظامی و راه نظامی هم در کنارشون است که حمله به اون مناطق به اصطلاح شبه نظامی های طرفدار ایران در عراق مرزه عراق و سوریه خود نشونگر یکی از این مسائل است. بنابراین این نشون میده که خود بایدن به هیچ وجه به این سادگی ها تحریم ها را قد نخواهد کرد و بعد مسئله اتمی و قرارداد اتمی که ترامپ ازش خارج شد رو دوباره تمدید نخواهد کرد، چون یکی از مسائل اصلی که امریکا با ایران داشت پس از در دوره اوباما پس از امضا کردن قرارداد برجام
تسلیحات به اسم موشکی امریکا ایران بود که در روی آورد روی سازماندهی موشک‌های دوربرد که میتونه به سادگی با گرفتن چیزهای اتمی از کره شمالی در واقع روی اون بذاره و اون تبدیل به اتمی کنه و میتونه از ایران اسرائیل بزنه. این خودشی که مثال اصلیه. بنابراین علارغم این که در واقع بایدن با چین و ایران از ظاهر مسئله حقوق بشر و حتی با روسیه علم میکنه، پشتش عوامل دیگه خابره. اینها به هیچ وجه بایدن حاضر نیست بدون اینکه ایران مسئله تسلیحاتی موشکی دوربردش رو کنار بذاره اینا رو دوباره مسئله برجام اثر بگیره تو این رابطه. دوم این همین رجزخانی های در واقع کره شمالی که اخیراً دوباره شروع کرده آزمایش اتمی و غیره، خودش نشونه عکس العملیه که در واقع چین داره به بایدن نشون میده در رابطه با این مسئله، که جوابیه که چون خود چین نظامی علناً هیچ وقت بر نمیداره، حتی اون در قسمت پاسیفیک رو سازماندهی که نیروهای نظامی دریایی امریکایی کردن در مقابل ژاپن، همواره اونا سعی کردن رشته کنار بیان و مسئله رو حادش نکنن، هرچند که سازماندهی نظامی خودشون رو داره. سیاست اینا بیشتر نفوذ اقتصادیشونه که در درجه اول در شرایط کنونی و تکنولوژیکی ارجح در واقع میتونه دامن بزنه، ولی خب توانایی های نظامی خودشون رو دارن. و خاورمیانه هم در واقع این نکته جدید هست که ایران دیگه به شکل سابق قدرتمندی خودش رو از دست داده. میدونیم که در چند سال گذشته جغرافیای سیاسی در واقع خاورمیانه تغییر کرده، روسیه با اسرائیل کنار اومده در مورد مسئله سوریه، حتی تعهد داده که نماینده سفیر منگان سفیر روسیه در اسرائیل اعلام کرده بود که ما حمایت از مرزهای سوریه رو در مقابل اسرائیل حمایت خواهیم کرد، مواد جولان و غیره اون منطقه هم مواظب خواهیم بود. حتی حاضر نشده فضای به اصطلاح هوایی نظامی اسرائیل رو محدود بکنه، یعنی اسرائیل حق داره که هر موقع خواست با موشکاش با هواپیماش بره بر فراز سوریه و پایگاه ایران تو منطقه از بین ببره. ایران رو تحت فشار قرار داد که مواضع نظامی به اصطلاح ایران تو مرز سوریه با اسرائیل رو به عقب ببره و جاشو روسیه بگیره. همه اینا نشون دهنده این همکاری است که با اسرائیل انجام گرفته. و مسئله به اصطلاح پرخاش بایدن هم به پوتین در واقع بیشتر شاید شخصی باشه، ولی در این حال هشداره، چون میدونن که به اصطلاح اون رقیبی که در مقابلش هست که سعی کرده اون مسمومش بکنه و بعدم اخیراً دو سال زندان بشه در برگشت بازگشت به روسیه، این عاملیه در تضعیف پوتین. و در این حال اگر روسیه با چین نزدیک نشه و با ایران نزدیک نشه و فشارهایی که اخیراً به روسیه روی ایران گذاشته نشون دهنده اینه، اینا میتونن ولی داشته باشن، برای اینکه محور اصلی تضاد بایدن با چین هست و در واقع تو خاورمیانه هم در واقع عقب نشوندن ایران در این شرایط فشار ماکسیمومی که موفق‌آمیز بوده در دوران ترامپ ادامهش هستش. خود این مسئله برود ترکیه هم به این منطقه و تبدیل شدن به قدرت که با اسرائیل و امریکا روابط بهتری ممکنه برقرار کنه که جای ایران رو در اون منطقه بگیره و خطر ایران رو برای امریکا و اسرائیل نداشته باشه، یه به اصطلاح آپشن دیگه این مسئله هستش که نشون میده که در سال آینده تعیین میشه که روابط به امریکا با ایران به یک امر نظامی تبدیل بشه و مسئله تغییر رژیم جمهوری اسلامی در دستور کار بایدن قرار بگیره یا نه، ولی روند حاد شدن تضاد که این وابسته به برخورد ایران داره که ما شواهدش رو در ایران مطلق شدن نظامی بیشتر رژیم که با در دست گرفتن مجلس و دادگستری که یکی از در واقع نوچه های مشتبه خامنه ای هستش در واقع
با در دست گرفتن رئیس جمهور آینده که احتمالاً یکی از سران سپاه خواهد بود، به طور کامل اینا نظامی، حکومت نظامی رو در داخل خواهند داشت و در واقع سرکوب هم شدیداً ادامه خواهند داد، مثل یه حکومت نظامی عمل میکنن، که این باز خودش نشون دهنده اینه که این تضاد به این ساعتی راحتی قوام پذیره. و خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم مجددا از شرکت شما رفیق علی کیانی و علیرضا کیا در این برنامه، و همچنین تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که در این برنامه همراه ما بودن. شب و روز خوش. خیلی ممنون. ممنون از شما. شب شما خوش آقای عزیز.